در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از ادامه جنگ روسیه و اوکراین، تازه ترین اخبار از مذاکرات احیای برجام، عملیات تروریستی داعش در مسجد شیعیان پاکستان، تمدید وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 14 اسفند، شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 444,500,000 نفر و آمار فوتی‌های ناشی از آن به 6,013,000 نفر نزدیک شد. تعداد بهبودیافتگان هم به حدود 377,500,000 رسید. تعداد مبتلایان روزانه در آمریکا به حدود 50,000 نفر کاهش پیدا کرده و فوتی‌های این کشور نیز به تدریج در حال کاهش است. از سوی دیگر در شرایطی که بیشتر کشورهای توسعه یافته اروپا با روند کاهشی مبتلایان روبرو هستند، بریتانیا با افزایش نسبی مبتلایان مواجه شده است. در سوی دیگر جهان هم، هند روز جمعه از شناسه کمترین مبتلایان روزانه خود در حدود 3 ماه اخیر خبر داد. در شرق آسیا نیز کره جنوبی همچنان در حال رکورد شکنی در شناسایی مبتلایان و ثبت فوتی‌های کرونا است. تا جایی که این کشور در روز جمعه از شناسایی حدود 267,000 مبتلای جدید و ثبت 186 فوتی خبر داد. مقامات چین هم از افزایش روند شناسایی مبتلایان جدید این کشور خبر داده است. ادامه جنگ روسیه و اوکراین. همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و افزایش حملات روسیه به شهرهای این کشور، کشورهای غربی تحریم‌های خود علیه سازمان‌ها و اولیگارش‌های روس افزایش دادند. اولیگارش‌ها افراد با نفوذ روسیه هستند که روابط نزدیکی با کاخ کرملین دارند. روسیه برای تخلیه غیرنظامیان از دو شهر شرقی اوکراین، یعنی ماریوپول و ولنوواخ، آتش‌بس موقت اعلام کرده است. روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده است که تجهیزات جنگ 22 کشور شامل موشک‌های ضد تانک و زمین به هوا، راکت اندازها، تفنگ و مهمات از طریق هواپیما به لهستان و رومانی ارسال و از طریق مرز زمینی وارد اوکراین می‌شوند. آمریکا نیز گفته است که این کشور حدود 70% از بسته 350 میلیون دلاری کمک تجهیزات نظامی خود به اوکراین را تحویل داده است. از سوی دیگر کاخ سفید تاکید کرد که از اظهارات لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکایی که خواستار ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شده بود، حمایت نمی‌کند. تازه ترین اخبار از مذاکرات احیای برجام. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به حصول توافق در مذاکرات احیای برجام ابراز امیدواری کرد. آقای بورل گفته است که اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات ایران و 1+4 اعلام می‌کند که گفتگوها در مسیر پیشرفت و رسیدن به نتیجه نهایی قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز اعلام کرده ما برای توافق خوب و فوری آمادگی داریم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم پیش از سفر دیروزش به تهران گفته بود در زمان حساسی قرار داریم، اما دستیابی به نتیجه‌ای که برای همه مثبت باشد امکان پذیر است. همچنین به دنبال اخبار مثبت از مذاکرات احیای برجام و احتمال ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، قیمت هر بشکه نفت برنت با کاهش 2% به حدود 110 دلار رسید. عملیات تروریستی داعش در مسجد شیعیان پاکستان. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری به یکی از مساجد شیعیان در پاکستان را پذیرفت. در این حمله که روز جمعه اتفاق افتاد، دست کم 63 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 200 تن زخمی شدند. این حمله که در مسجد کوچار ریسالدار واقع در شهر پیشاور به وقوع پیوست، مرگبارترین حمله در پاکستان از سال 2018 محسوب می شود. طبق گزارش ها نیروهای داعش پس از تیراندازی به ماموران پلیس وارد مسجد شدند و یک کمربند انفجاری را منفجر کردند. سازمان ملل به همراه ترکیه، ایران و کشورهای عربی از جمله عربستان، عراق، کویت، مصر، امارات و اردن این حمله تروریستی را محکوم کردند. تمدید وضعیت اضطرار ملی علیه ایران توسط بایدن. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور بیانیه‌ای در شامگاه پنجشنبه وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این بیانیه مدعی شد سیاست‌های ایران همچنان خطر زیادی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند. بنابراین وضعیت اضطرار ملی علیه ایران که شامل تحریم‌های جامع برای این کشور است، ادامه می‌یابد.
وضعیت سران ملی آمریکا درباره ایران نخستین بار در 15 مارس 1995 توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام شد. ادای سوگند دولت جدید لیبی. دولت جدید لیبی به نخست وزیری فتحی باشاقا در مقابل اعضای پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. به دلیل اینکه سه وزیر حاضر در دولت جدید لیبی در بازداشت یک گروه مسلح قرار دارند، نتوانستند در مراسم سوگند شرکت کنند. از سوی دیگر، عبدالحمید دبیبه که پیش از این سمت نخست وزیری را بر عهده داشت و رئیس دولت وحدت ملی لیبی محسوب می شود، با کنارگیری از پستش مخالف است. بحران سیاسی در لیبی همچنان ادامه دارد، به طوری که ادامه تنش‌ها میان دو قدرت رقیب در این کشور احتمال تقسیم شدن این لیبی به دو کشور مجزا را افزایش داده است. فتحی باشاقا در حالی در مقابل پارلمان لیبی سوگند یاد کرده که دولت رقیب در تربلوس به ریاست عبدالحمید دبیبه حاضر به واگذاری قدرت نیست.